سلام، شنبه 4 فروردین 97 24 مارچ 2018 میلادی. در مورد 4 موضوع امروز صحبت میکنیم. موضوع اول اینکه برگزاری با شکوه مراسم نوروز و مبتنی بر سنت‌های دیرینه در بسیاری از روستاها و شهرهای مناطق کردنشین کشور از آذربایجان غربی تا ایلام باعث واکنش حکومت شد و مبادرت به دستگیری و تهدید ده‌ها تن از شهروندان کرد ما در شهر و روستا شد. عکس‌ها و فیلم‌هایی که از مراسم گوناگون نوروز در این مناطق روی شبکه‌های اجتماعی گذاشته شده نشون میده که این هموطنان اصیل و کرد ما چگونه مراسم نوروز رو جشن میگیرن، موضوع که به کام حکومت خوش نمیاد و بر اساس توتالیتر بودن و تمامیتگرا بودن گویی که همه مردم باید یکسان و بر الگویی که حکومت دیکته میکنه رفتار کنند. ضمن اینکه حکومت دشمنی دیرینه‌ای هم با سنن ملی و هویت ملی ما ابراز کرده و میکنه. در شورای حقوق بشر سازمان ملل با 21 رأی موافق در مقابل 19 رأی مخالف و 7 ممتنع بار دیگر گزارش نصب کردن گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران به تصویب رسید، اما هنوز جانشین خانم عاصمه جهانگیر گزارشگر قبلی که ناگهان فوت کرد تعیین نشد. سازمان حقوق بشر ایران هم اطلاع داده از اینکه در سال گذشته هم کماکان جمهوری اسلامی به لحاظ اعدام نسبت به جمعیت سرانه اعدام رتبه اول رو در دنیا داشته و به ازای هر 167 هزار نفر یک نفر در ایران اعدام شده. موضوع دوم این که یکی از نزدیکان آقای نجفی شهردار یعنی آقای غلامعلی رجایی عنوان کرده که خود او مایل به استعفا نیست، شورای شهر تهران هم مایل نیست که ایشون بره، اما اگر مصلحت نظام اقتضا بکنه باید بره. این مصلحت نظام اسم کدی است برای آقای خامنه‌ای و بیت رهبری که به نوعی هم اتحاد با سپاه دارند و اصلی ترین مراکزی هستند که روی آقای نجفی برای استعفا فشار گذاشتند. اداره خزانه‌داری امریکا اعلام کرد که 10 فرد و بنیاد مبنا رو در ایران تحریم کردند به اتهام هک کردن سایت های علمی، دانشگاه ها و مؤسسات امریکایی و سرقت اطلاعات. ضمناً قوه قضاییه امریکا هم علیه اونها اقامه دعوا کرده و در واقع تحت تعقیب قوه قضاییه ایران قرار داره. خانم سیگنا مدلکر در صحبتی که معاون اداره خزانه داری در صحبتی که در این خصوص ایراد کرد تلویحاً و بلکه تصریحاً ارتش سایبری سپاه رو پشت این هکرها دانست و اون رو سازمان یافته از سوی دولت و حکومت ایران دانست. واکنش البته سخنگوی وزارت خارجه امریکا آقای ایران آقای قاسمی این بود که امریکا میخواهد جلوی رشد علمی ایران رو بگیره. دیوان محاسبات کشور هم
عنوان کرده که دولت آقای روحانی در سال 96 میلیارد ها دلار پول رو به خزانه واریز نکرده از محل درآمدهای نفتی و مشتقات اون، از جمله 1 میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی واریز نشده. هنوز دولت روحانی واکنش نشون نداده، ولی اگر این ادعا درست باشه اون وقت علارغم تبلیغاتی که آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری داشت، او هم به راهی رفته که دولت احمدی نژاد رفته بود. موضوع سوم این که الجزیره خبر داده از این که وکلای سعودی که در پرونده دست داشتن چند تن از دیپلمات‌های سعودی در ماجرای 11 سپتامبر فعالیت می‌کنند، پای ایران رو هم به میان کشیدن و خواستار این شدند که در همزمان با پاره مقامات سعودی باید پای سپاه و جمهوری اسلامی هم به میان بیاد، رسیدگی بشه، برای اینکه اونها هم با القاعده تماس داشتن، افراد اونها رو در ایران آموزش دادند، و موضوعی که البته قبلا در دادگاه فدرال امریکا در شعبه نیویورک جنوبی هم پرونده مشابهی باز شده بود و حکم قاضی دانیلز، قاضی این دادگاه، این بود که نیروی قدس سپاه قبل از عملیات 11 سپتامبر در جریان این عملیات و بعد از اون با القاعده ارتباط داشت. بعد از رسوایی در اختیار گذاشتن 50 میلیون نفر از کاربران فیسبوک به شرکت کمبریج آنالیتیکا، ارزش سهام شرکت فیسبوک مجموعاً نزدیک به 58 میلیارد دلار در بازار سهام سقوط کرده، بیش از 13% ارزش شرکت، و شرکت‌های بزرگی مثل تسلا، کمرس بانک آلمان و مؤسسات مختلف موقتاً یا دائمی اعلام کردند که آگهیشون از فیسبوک پس میگیرن، دیگه آگهی به اون نمیدن و یا صفحشون رو بستن. اما موضوع آخر این که جناب علم الهدا امام جمعه مشهد به درستی عنوان کردند که ریشه داعش کنده شد، ولی ما سهمی در بازار عراق و سوریه نداریم. اندکی صبر، سحر نزدیک است، تا فردا شاد، پیروز، موفق و سرفراز باشید. با امید پیروزی ایران و ایرانی.